به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. توجه کنید به چند رویداد کوتاه خبری که تازه به دسترس ما قرار گرفت. منابع در هلمند میگویند که طالبان 37 خانواده را از یک کمپ مهاجران اخراج و خانه هایشان را تخریب کردند. منابع و روزنامه اشصاب گفتند که این گروه خانه های کمپ مختار واقع در شهر لشکرگاه را تخریب کردند. و گفته باشندگان محل، این کمپ 20 سال پیش از سوی ریاست مهاجرین این ولایت به خانواده های بی جا شده توزیع شده بود. طالبان محلی در هلمند تاکنون در این مورد چیزی نگفتند. دادگاه عالی طالبان میگوید که یک نفر را در ولایت بلخ به اتهام لوا در مزرع عام شلاق زده است. این دادگاه امروز دوشنبه 26 سنبله با نشر اعلامیه گفته است که این مرد در ولسوالی دهدادی ولایت بلخ 39 ضربه شلاق زده شده است. طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان بار دیگر مجازات بدنی را در مزرع عام از سر گرفتند. و در پایان، افزایش سرسام‌آور قیمت خر در پاکستان. رسانه‌های پاکستانی خبر دادند که قیمت خر در این کشور به طور چشمگیری افزایش یافته و به 300 هزار روپیه پاکستانی معادل 75 هزار افغانی رسیده است. تقاضای فزاینده چین برای استفاده از پوست خر در تهیه دارو و لوازم آرایشی قیمت این حیوان را بلند برده است. رسانه‌های پاکستانی نوشتند که افزایش قیمت خر خریداران محلی این حیوان را کاهش داده و آن را با مشکل مواجه کرده است. فروشندگان گفتند نیاز فزایند چین به پوست خر برای تهیه لوازم آرایشی و نوع داروی سنتی این کشور قیمت خر را بلند برده است. با افزایش قیمت خر، این حیوان همچنین به کالای سودآور برای صادرکنندگان پوست خر به چین تبدیل شده است. حکومت پاکستان در ماه جولای پارسال تاکید کرد که پوست خر از این کشور به چین صادر می شود. خبرگزاری رویترز در ماه ثور پارسال در گزارش و نقل از گروه های عامی حیوانات و کارشناسان دامپزشکی نوشت تقاضای چین برای تهیه داروی سنتی موجب شده سالانه میلیون ها خر در آفریقا کشته شوند. تشکر از توجهتون. تا بعد، بدرود.